یکی از اتفاقهایی که در دوره ریاست غلامحسین اسماعیلی بر سازمان زندانهای کشور میفته زمانی است که تمام اول تازه اسماعیلی شده رئیس سازمان زندانهای کشور سال 88 اعدام مخفیانه چند صد زندانی، بیش از 500 زندانی در زندان وکیل آباد مشهد. حالا چرا مشهد؟ چون اسماعیلی قبل از اینکه بشه رئیس سازمان زندانهای کشور، ببینین جنایتکار نقشمند، به قول خودشون نقشمند چی جوری کار میکنه. ببینین قبل از اینکه این آقا بشه رئیس سازمان زندانهای کشور، دادستان مشهده از سال 83 تا 88، بعدن بلافاصله از اونجا میشه رئیس سازمان زندانها. توی این مدت 5 سال دادستانی کاملا آمده برنامه ریزی کرده که چه کار بکنه. حالا بعد 5 سال ورش میدارن ولی کارش ادامه میده. تو مشهد که صدها زندانی رو مخفیانه اعدام میکنن و این آدم دادستانش بوده، یعنی نقشه رو از زمانی که دادستان این شهر بوده میخواسته عملی کنه. وقتی میشه رئیس سازمان زندانها، همون اول کار صدها زندانی رو میکشه. خبر اجرای احکام اعدام و نام و مشخصات این زندانیان که اکثر آنان دارای اتهامهای مربوط به مواد مخدر بودند در گزارش‌های رسمی زندان و دستگاه قضایی کشور اعلام نشده. تعداد اعدام‌های مخفیانه اجرا شده در زندان وکیل آباد مشهد از ابتدای تابستان سال 88 تا انتهای تابستان سال 90 بالغ بر 550 نفر است. اگرچه آمار و مشخصات دقیق این اعدام‌ها و همچنین نوع اتهام‌های وارد بر ایشان به طور مستند اعلام نشده، اما منابع خبری موثق در سیستم قضایی استان خراسان رضوی و همچنین زندان وکیل آباد توانستند نام و مشخصات دست کم 102 فرد اعدام شده را در اختیار کمپین بین‌المللی حقوق بشر قرار دهند. اسامی این 102 نفر هست، اعلام شده، منتشر شده. این کشتار داخل زندان‌ها به اسم مبارزه با مواد مخدر در شرایطی است که سپاه پاسداران بزرگترین کارتل مواد مخدر در خاورمیانه است.